باشید که مکن فقط میسازید، آب برد را مجانی کنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم، دلخوش به این مقدار نباشید، یا هم دنیا را می آزاد میکنیم و آخرت را. این دارایی و غنایم اسلام است. بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام بر شما بینندگان عزیز و گرامی، شب و روز شما بخیر. برای کسایی که در ایران و افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان و کردستان، هر جا که زبان ما رو به فارسی میفهمند در منطقه، شب است و در طرف دیگه کره زمین اونایی که در اینترنت برنامه ما رو میبینن، روز به همتون. شب و روز و برای همتون شب و روز خوشی رو آرزو میکنم، سعادت دنیا و آخرت. برنامه دروغ‌های علمای صفوی رو شروع میکنیم، دروغی که همین روزها در مورد زندگی امام دهم حضرت محمد ابن علی، امام دهمشون ملقب به جواد و تقی، گفتند رو خدمتون اول پخش میکنم و بعد چند سوال رو مطرح میکنم و دروغاشون رو آشکار میکنم. اول اجازه بدید این رو با هم ببینیم. آفرمان. دوران امامت امام، صدا رو زیاد کنید از اول. سن امام در هنگام شهادت 25 سال بود. دوران امامت امام جواد علیه السلام 17 سال میباشد. امام جواد علیه السلام در سن 8 سالگی بعد از فوت پدر بزرگوارشون امام رضا علیه السلام به امامت منصوب شدند. امام جواد علیه السلام نخستین امامی هستند که در خردسالی به امامت رسیدند. با وجود خردسالی و سن کم به تمام مسائل سیاسی، مذهبی و علمی آگاهی داشتند. امروز شیعیان در غم از دست دادن این امام جوان در ماتم هستند. امام محمد تقی را جواد می نامیدند، زیرا ایشون از نظر جود و بخشش همتایی در زمان خودشون نداشتند. دوستان خوبم، امام جواد خیلی بخشنده بودند. امام جواد علیه السلام فرمودند از نشانهای سخاوت مرد بخشش بکنید. ممنون و متشکرم. خب شما در این جملاتی که برای این بچه های معصوم گفتن چند نکته رو شنیدید. یکی این که امام جواد در کودکی سن 8 سالگی امام شد و به همه علوم آگاه بود و به همه نمیدونم علوم سیاسی و دینی و همه چی، و اسم ایشون رو جواد برای این گذاشته بودن که بخشنده بود. منتها علمای صفوی، این دروغگویان بگم ماهر یا غیر ماهر، توجه به این نداشتن که بچه 8 ساله که پولی نداره تا ببخشه، بچه 8 ساله از پدرش پول میگیره. حالا بگید علمش لودنی بود، از آسمان اومده بود، به اونم البته دروغی عظیم است، ولی پولش که دیگه از آسمان نیومده بود، اومده بود. بچه 8 ساله پولی نداره، آدم آخا از لوازم به اصطلاح یه آدمی که بی پاست نمیتونه بگید دونده است. از لوازم دونده بودن پا داشتنه، از لوازم پهلوانی قدرت بدنی داشتنه، از لوازم بخشندگی پول داشتنه. ایشون از کجا پول آورده بود؟ 8 ساله، امام 8 ساله، این خودش احتیاج داشت. میزه بچه های ما که از پدراشون پول میگیرن، حالا از کجا آورده؟ اگه بگید از پدرش ارث بهش رسیده بود، که اینجا شما یک توهینی به امام رضا کردید، معلوم است که ایشون پول فراوانی گذاشته بوده و خودش خرج نمیکرد، در راه خدا نمیداده، اینم که نمیتونید بگید. پس وقتی دروغ میگید یک کمی سنجیده دروغ بگید، مردم رو مسخره نکنید و خودتشون رو هم مسخره نکنید. باز در اینجا ایشون 8 ساله امام شده. باز دیگه فرقش با پادشاه این زمان ما چیه که مثلا احمد شاه در 10 سالگی پادشاه شده؟ باز اونها قیم هم داشتن، قیم هم نداشته. دیگه چه فرقی داره با پادشاه این 12 امامیت شما؟ آقا در زمان ساسانی هنوز بچه دنیا نیومده، تاج سر شکم مادرش میذاشتن که این بچه بچه پادشاه است. این که دیگه اسلام اومد چیزا رو از بین برده. برای همین حضرت پیامبر که وفات یافتن شاگرد نزدیکشون جانشینیشون شدن، حضرت ابوبکر که تقریبا همسنشون هم بودن. حالا که شما میگه حتما باید پسر جای پدر بشینه، ولو که 8 ساله باشه، خردسال باشه، 5 ساله باشه، ولو که نوزاد باشه، آیا این معقوله یا این دروغه؟
حالا اینو ممکنه براتون بگن که آقا امام جواد کشاورزی میکرده، بزرگ شده بعد از پول کشاورزی در آورده، در حالی که شما زندگی امام جواد بخونید، ایشون اومده در بغداد، به گفته اینا دیگه، حالا میگم در دنباله نشون میده، اومده بغداد، بغداد که زمین نداشته، زمیناش که تو مدینه بوده، اگه زمینی داشته. از کشاورزی اینقدر در نمیاد که انسان بخشنده و جواد بشه، از تجارت این چیزا شاید، یا از ارث پدر. پس لذا اینم نمیتونم بگم. حالا بیایم نکته بعدی رو ببینیم که یک دروغ، دو دروغ دیگه در مورد امام جواد که این روزا زیاد گفتن، اینم بشنویم. البته یک دو فرمان اجازه بده که من پیدا کنم اون سفر رو، اون ساعت دقیقه 8، بله تقریبا همینجا، همینجا رو نشون بدید، صداشم بیارید. سلام، صحبت کنید. بله درست است. نام این بزرگوار محمد و از القاب ایشان میتوان به جواد و تقی اشاره کرد. ایشان در دهم رجب در مدینه متولد شدند و از آنجایی که در زمان شهادت پدر بزرگوارشان بسیار کوچک بودند و تنها 8 سال داشتند، از همان زمان کودکی مسئولیت خطیر امامت را عهده‌دار شد. از زمانی که از بغداد آمده ایم از بابت ابن رضا خیال آسوده ای نداریم، میخواهیم این مأمونه به اصطلاح داستان برای بچه ها ساختن، این مأمونه داره حرف میزنه، را پیش خود بیاوریم تا بتوانیم بیشتر مراقبش باشیم. خوب است سرورم، اما به نظرم کافی نیست. با اینکه او کودک است ولی در بین مردم جایگاه خوبی دارد، نباید از این خاندان غافل. آی راست میگوی. قربانتان شوم، اصلا جای نگرانی نیست. میتوانید دخترتان ام فضل را به همسری او درآورید تا بتوانید کاملا مراقبش باشید. آره این فکر خوبی سرباز، هرچه سریعتر برو و ابن رضا را نزد من بیاور. و اینگونه شد که مأمون از امام توسط ام الفضل در خانه نیز مراقبت میکرد. استاد سوالی دارم، آیا مأمون به این کار بسنده کرد؟ نه پسرم، برای اینکه جایگاه امام را در میان مردم از بین ببرد جلساتی برگزار میکرد، شاید امام در مباحثات شکست بخورد و جایگاهش از بین برود، غافل از این که علم امام زمینی نبوده شده بود. سوالی برایم پیش آمده استاد، بعد از مأمون چه اتفاقی افتاد؟ بعد از مأمون معتصم یکی دیگر از این از خود دیگر به قدرت رسید. او نیز همان روش مأمون را در پیش گرفت و با برگزاری مباحثات و دعوت از بزرگان سعی در خدشه‌دار کردن وجهه امام کرد. خلیفه بعد از مأمون معتصم به اصطلاح دارن. سرورم، امر فرموده بودید به خدمتتان برسم. سراپا گوشم. میخواهم بدانم به نظر تو با این محمد ابن علی چه کنیم؟ قربانتان شوم، مگر چه شده؟ آیا او اقدام جدیدی کرده که ما از آن بیخبریم؟ تو میدانی که ما هر چه سعی کردیم با برگزاری مباحثات شهره محمد ابن علی را در میان مردم از بین ببریم، او با علمی که دارد محبوب تر میشود. به نظر تو ما چه باید بکنیم؟ قربانتان شوم، فکر خوبی در سر دارم. به نظر من بهترین کاری که میتوانیم انجام دهیم این هست که محمد ابن علی را از میان ببریم. خوب است، عالی است، اما نقشه‌ای در سر داری؟ بگو تا بدانم. قربان، ام فضل دختر مأمون همسر محمد ابن علی است. فکر می‌کنم دادن زهر توسط او بهترین راه است. آره، کمی زهر به او می‌دهیم تا به محمد ابن علی بخوراند. این بهترین راه است. ام فضل با استفاده از میوه‌های زهرآلود که معتصم به او داده بود امام را به شهادت رساندند. ممنونم تا فرمان. خب در اینجا شما چندین و چند دروغ رو با هم دیدید که این قوم چی بگم دیگه،
این قوم که سعی میکنه با دروغ مذهب خود پیش ببره به خورد بچه های کوچیک ما میده. اولا دروغ که گفتیم که نمیتونست جواد باشه چون کودک بوده. دومین دروغش اینه، میگه که مأمون دختر خودش رو به خاطر اینکه اینو کنترل کنه به عقد این در آورد. شما رو خود در هیچ جای دنیا دیدی کسی به دشمن خودش دختر بده؟ خود کنترلش کنه، صد راه داره که کنترلش کنه. میتونسته یک زن دیگر اجیر کنه، مگه مأمون دخترش رو دوست نداشته؟ هر کس میدونه که هر انسان، حالا یزید ابن معاویه چرا خلیفه شد؟ خب پدرش رو دوست داشته. هیچ کس نیست که در دنیا دختر و پسر خودش رو دوست نداشته باشه، و برای مأمون صد راه دیگه هم بود. میتونست به جای ام فضل ام حبیبه رو بشه، یک زن دیگه پیدا کنه، بگه آقا با این عروسی کن. نمیتونست؟ باز هیچ کس دشمن، حالا خامنه‌ای با پسر شاه باید باشه بخواد کنترلش کنه، یا مثال با فلان کسی که الان تو زندان مثلا موسوی بعد دخترش بهش میده، کسی این کار کرده تو تاریخ که اینا ائمه خود رو واقعا با این حرفایی که میزنن خدا میتونه که چی ازش درست کردن؟ ناممکن است که دختر خود برای بده که تازه کنترل کنه، که اون دختر کنترل کنه، از این جوان 10 ساله بوده. حقیقت این است که این اومده ازش خواسته، وقتی که حضرت رضا وفات یافت، چون که مأمون قول داده بود، اومدن دوان دوان فامیلای از مدینه اومدن امام اینا رو، به اصطلاح امام دهم اینا رو که کوچیک هم بوده آوردن، 10 ساله که شد، گفته که آقا تو وعده داده بودی که دخترت به من بدی. اون خلیفه بوده، دختر خلیفه قیمت داشته، ارزش داشته، به هر حال اون وقت اون خلیفه تمام کشور اسلامی بوده. و البته من نمیگم که اینم از اهل بیت نبوده، بی ارزش بوده، خب با هم کفو بودن و اون به اینش داده، مأمون قبول کرد و وعده خودش. خواهر دیگه اش هم به حضرت رضا داده بود، به زور داده. حالا که به زور دادی چرا به زور گرفتی؟ باز شما که میگی علم لدنی داشته، ای دروغ گو، چرا اون زرحالوت خورد دیگه؟ همشون دیگه این علم به چه دردی میخوره که شمشیری که از غلاف در نیاد آخه به چه دردی میخوره؟ که من 8 ساله ما میگیم چطور امام میگه که آقا علم گذشته و آینده رو داره به خاطر اینکه علم سیاست هم داره؟ چه جور سیاستی که نتونسته 4 تا انگور تشخیص بده؟ چطور سیاستی که نتونسته تشخیص بده که ام فضل دشمنش ده، زنش اصلا رازش ازو پنهان میکرد، خودشون رو میکشت، حق داشت دیگه، و بیر دورش میگه طلاقش میداد. آخه بالاتر از سیاهی که رنگی نیست، آخرش میخواستن بکشنش دیگه. آخر بدتر از این که کاری باش نمیکردن که با امام دهم شما، خب میکشتنش دیگه، اما آخرم کشتنش. پس این همه دروغایی است که اینها در حالت عادی ساخته نشده. من تعجب میکنم که چطوری اینها اینقدر عقل نداشتن که این دروغ رو بسازن. به هر حال کافرم دختر دوست داره. و بعد میگه آقا یک دروغ دیگه، میگه اینا مناظره کرد، نمیدونم درم کوچیکی. بابا جون مثلا با بچه کوچیک کسی که مناظره نمیکنه که. حالا فرض کنیم میگه این نورانی بوده و نمیدونم میدونست، خب دیگه معمول زال لازم نبوده، میفهمید که یک بچه کوچیک یه دفعه قدرت استثنایی داره، کسی لازم نیست جلوش بیاری. بعد از همه بالاتر مگه مناظره نکرده؟ مگه شما نمیگه مناظره کرده؟ اون چی بوده که بقیه مسلمان ها جوابش نداشتن؟ باز اون مناظرات کجاست؟ هم فقط مناظره کرد و کو؟ کتابش نیست؟ امام دیگه برای چی شد؟ از 18 سال امام بود، مهمترین کارش هم این بود که مناظره کنه. خب مناظرهش بیارید ببینیم چی گفته بود که ما هم یاد بگیریم، شما هم یاد بگیرید با ما مناظره کنید که بتونید ما رو شکست بدید. ببینید همش خیال در خیاله، اینا همه دروغه، دروغ در دروغه، خیال خودش دروغه دیگه. پس نه مناظره‌ای در کار بوده، نه زوری برای دادن دختر در کار بوده، خودش اومده با عجله و شتاب اون دختر رو گرفته، همونطور که پدرش خواهرش رو گرفته دیگه. بهتر از اینا نمیتونستن که پیدا کنن برای خودشون به همسری؟ خب دختر معمول خلیفه بوده، پسر عموشون هم بوده، اینا همه از دیگه پسر عموها هستن دیگه، اونا بنی عباس بودن، اینا از اولاد علی بودن رضی الله. پس اینا همه دروغ. حالا بعد از دیگه این روز به این دروغا کفایت میکنیم، چون برای ما اتاق فرمان لطف کنید که شماره های پیامگیرا رو هم اعلام کنید، چون که برای ما پیامای زیادی اومده و ما باید جواب بدیم. اجازه بدید که بقیه برنامه رو اختصاص بدیم به پیامای شما. البته تقریبا طبعا نمیتونیم همه رو جواب بدیم، بقیه برای روز چهارشنبه و پنجشنبه. برنامه ما یک تغییر کرده، روز شنبه تبدیل شده به روز دوشنبه، ساعت 9 میشه به تهران، 11 میشه به کابل، که تکراری ساعت 12 تهران 1 کابل پخش میشه صبح، فردا ظهرش یعنی. از 9 شب تهران میگیم. برنامه ما روزهای دوشنبه است، چهارشنبه 9:30 شب و پنجشنبه سر جاشه که میدونید ظهر پنجشنبه، و تکرار 9:30 شب فردا ظهرش هستش. لذا توجه داشته باشید که روز شنبه دیگه برنامه مذهب دروغ، مذهب شیعه صفوی، مذهب دروغ نیست. حالا اجازه بدید که در این وقت باقی مونده ما بیایم و پیام‌های شما رو، اتاق فرمان پیام‌ها رو اعلام کنید. اینا برای پیام اتاق فرمان گزینه 1 باز بزنن،
وقتی که شما تلفن میگیرید شما رو که میگن گزینه یک رو بزنید و پیام خود رو بذارید. ان شاءالله کوشش میکنیم که پخش کنیم. حالا اول این پیام رو بشنویم. سلام علیکم. من نمیدونم شما به چه حق میگین امام زمان وجود نداره، فقط میخواستم دلیل اینو به من بگید. با تشکر شبکی کلمه بشید. بله، این برنامه این دوست ما اینو نوشتن، دیگه هم گفتن، اینم مثل که از همه ایشونه. اینم بشنویم. سلام علیکم، مهدی هستم از تهران. فقط میخواستم بدونم شما دلیل داری که میگین امام زمانی وجود نداره؟ مرسی خدا. خب این دیگه بود، حالا ایشون ببینیم چی میگن. من میخواستم این سؤال از شما بکنم که خداوند در قرآن میفرماید هیچ لحظه زمین از حجتش خالی نیست و پیامبر حضرت علی را به جانشینی خودش انتخاب کرده بود، چون از زمین از حجتش خالی نیست. از شما سؤال میکنم که میگین ممکن این قضیه هستید. من میخواستم بپرسم تا زمانی که علی بکر در سقیقه بنی ساعدی به خلافت برگزیده شد چه کسی حجت خدا بر زمین بود؟ این آیه قرآن که میگه برای نورید ان نمونه للذی از تنفذی تا آخر، اینا پاسخ منه بدیم. خدا هست. ببینید سه سوال در مورد امام زمان بود. خوب توجه کنید، دوست اولی که دو بار به دو صورت مختلف پرسیدن که به چه دلیلی میگید نیست، و این دلیل که ما اون روز هم گفتیم دیروز تو برنامه قبلی ایشون در عکس العمل برنامه قبلی به ما زنگ زدن که ما تو برنامه نشون دادیم که آیت الله مکارم شیرازی تفسیر موضوعی قرآن رو درست کرده، آیات دستبندی کرده، آیات طلاق رو تونسته خیلی واضح بیان کنه، در هر آیه اسم طلاق اومده، آیات شیطان تونسته به طور واضح بیان کنه، هر آیه اسم شیطان اومده، اونایی که موضوع دستبندی کرده، جهنم بهشت همش دستبندیش درسته. وقتی که به دستبندی در مورد امام زمان میرسه میگه ولله المشرق والمغرب، یا این آیه که الان شما خوندید رو بنورید ان نمن على الذين استسبوا في الارض رو میاره، در که اینا هیچ ربطی به امام زمان نداره، واضح نیست. حالا شما که این آیه رو خوندید، اولا بگید جواب سوال شما بدین که بگید که در فاصله که حضرت پیامبر مرده تا حضرت ابوبکر انتخاب شده، وفات به پیامبر و حضرت ابوبکر انتخاب شدنش، کی حجت خدا بوده؟ اولا شما اینو باید ثابت کنید که لازم است به حجت خدا. شما میگه در قرآن نوشته حجت خدا، جهان از حجت خالی نمیشه. این در قرآن ننوشته، این من، این شما، این قرآن، این جای قرآن ننوشته. کی گفته؟ شما آیرم نیوردید، فقط از بس که به شما گفتم برای شما تقریبا یقین شده که در قرآن نوشته که دنیا از حجت خالی نمیشه. نخیر، هرگز چنین چیزی در قرآن ننوشته. کدوم آیه است؟ و بعد دنیا در حجت خالی بوده. شما حالا میگید که این امکان نداره در فاصله سه روزی که پیامبر وفات یافته حجت خدا روی زمین نباشه. قبل از پیامبر کی حجت خدا روی زمین بوده؟ قبل از پیامبر. نه این است که حضرت عیسی وفات یافتن 600 سال بعد حضرت پیامبر اومدن، حجت خدا کی بوده؟ ابوطالب بوده؟ عبدالمطلب بوده؟ کی بوده؟ پس این فرض خیالی اینا درست کردن که دنیا از حجت خالی نمیشه، ولی که چون حجت خدا روی زمین نیست، پیغمبر شدن که مفت نیست، که امام شدن که مفت نیست، لذا امام غیب کردن، هم حجت دارن هم حجت ندارن. اما آیه، ببینید من این آیه رو براتون بیرون آوردم از همون از سوره، نمیدونم کدوم سوره است، به هر حال تاسین میم، به هر حال نشون بدید تا من یادم بیاد که سوره قصص هست. بله، در سوره قصص باید باشه. خب ببینید آیاتو، این همین چه شما میگید، من بعضی کلمات بزرگ کردم، میگید که شما این آیه رو گفتید دیگه، و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. خب حالا نگاه کنید، از اول بخونید دیگه. این سوره قصص، بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، تا سیم میم، تلک آیات الكتاب المبین، این آیات کتاب مبین است، نتلو علیک، بر تو میخوانیم، من نبأ موسی و فرعون، من اینو بزرگ کردم، نبأ موسی و فرعون، از اخبار موسی و فرعون رو بر تو میخوانیم، داستان اونا رو، قصص دیگه، سوره قصص است، داستان موسی و فرعون رو بر تو میگیم، بالحق لقوم یؤمنون، برای قومی که ایمان دارن ما این قصه رو به حق میگیم. خب بعدش داستان فرعون شروع کرد، وعده داده خدا در آیه 3 که داستان فرعون و موسی رو بگه، شروع کرده، ان فرعون علا فی الارض و
فجعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم. اما داستان فرعون اینه که در زمین سرکشی کرد، اهلش رو فرقه فرقه کرد، یه گروه رو مستضعف کرد، گروهی رو یستضعف طائفة منهم، یه گروه رو مستضعف کرد. چیکارشون کرد؟ بچه‌هاشون رو سر برید، زناشون رو زنده گذاشت. انه کان من المفسدین. کی از مفسدین است؟ فرعون. داره داستان فرعون میگه. خیلی خوب، چون که وعده داده که داستانش بگه. حالا این واو ببینید، همون آیه‌ای که شما میگید که در مورد امام زمانه، و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، این رو ببینید. اولا که این واو رو ببینید، این واو و یعنی و چسبیده به آیه قبل دیگه، داره داستان میگه فرعون این کارا رو کرد و ما فرعون مردم رو ذبح کرد، زناشون رو زنده گذاشت، مفسد بود و ما میخواستیم که و نرید و ان نمون، ما میخواستیم که منت بذاریم برای کیا؟ علی الذین استضعفوا. ببینید اینجا گفته که این مستضعفین کیا هستن؟ همونایی هستن که تو آیه قبل گفته، هستن به آیه قبل مربوطه، همونایی هستن که بچه‌هاشون رو میکشتن، زناشون رو زنده میذاشتن، یعنی قوم موسی هستن. داستان فرعونه و قوم موسی است. حالا خدا تصمیم گرفته، تو آیه میگه من تصمیم گرفتم کسانی که ضعیف هستن، ضعیف بودن، مستضعف بودن رو در زمین، اینا رو ائمه قرار بدم. و نرید و ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارثین. ما تصمیم گرفتیم اینا رو وارث زمین قرار بدیم و تصمیم گرفتیم اینا رو ائمه قرار بدیم. کی اراده کرده؟ خدا اراده کرده. کیا رو اراده کرده؟ مستضعفین اراده کرده. خیلی خوب، این شیعه همین ائمه رو دیده. بابا میگه من تصمیم گرفتم که مستضعفین ائمه قرار بدم. کدوم مستضعفین؟ مستضعفینی که فرعون اونا رو مستضعف کرده. چه ربطی به ائمه شما داره؟ اینا هر گردی رو که میبینن میگن گردوی ماست، ائمه ماست. آها، کجاش به ائمه شما مربوطه؟ شما که این آیه رو برام خوندی دوست عزیز، آخه این آیه ربطی به ائمه شما این نداره که تصمیم گرفته خدا بنی اسرائیل ائمه کنه. بابا دنبالش هم باز به اومده. ببینید و نمکن لهم فی الارض و نوری فرعون و هامانا. ببینید بازم داستان فرعونه. ما تصمیم گرفتیم اونا رو زر زمین تمکین بدیم، قدرت بدیم و به فرعون و هامان و جنودهما و نوری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون. ما تصمیم گرفتیم از چیزی که فرعون و هامان میترسیده نشونشون بدیم، یعنی قدرت گرفتن ائمه بنی اسرائیل رو. و باز دنبال چون وعده کرده بود داستان فرعون و موسی رو بگه، نه این موسی است. حالا داستان موسی رو شروع کرده و اوهینا الی ام موسی. مادر موسی هم کار نداره، میگن چون که مادر موسی رو به نام ام موسی معرفی میکنه. ما به مادر موسی چه کردیم که موسی رو شیر بده؟ پس این داستان در مورد فرعون است. خدا تصمیم گرفته فرعون از بین ببره، اونها رو که مستضعف هستند و خلیفه ائمه کنه، یعنی به همین کارم کرد. فرعون از بین برد، بنی اسرائیل ائمه کرد. ممنونم، متفرم، متشکرم. پس شما چه دلیلی داره که این آیه رو میچسبونید به مهدی؟ بابا آیه اولش در مورد بنی اسرائیل، آخرش در مورد فرعون و بنی اسرائیل، اولش در مورد فرعون و موسی، آخرش در مورد، وسطش هم گفته ما تصمیم گرفتیم مستضعفین، یعنی خود آیه 6 جا اشاره میکنه به بنی اسرائیل. اینا دیگه چشم خود بسته، میگه توش ائمه است، هر کی سیبیل داره میگه بابای منه. نه بابا جون، اینجوری نیست. من ببخشید به زبان ساده عرض میکنم که بفهمید، هرچه که ائمه نوشته، ائمه تو کفر هم تو قرآن اومده، معنی نداره که شما یه 12 امام درست کنی. خب همینجوری باهایی هم میگن ما ائمه داریم دیگه. خب از این دین باهایی به وجود اومد که ما همیشه بتونیم شیعه رو باش مثال بزنیم. اگه اینجور باشه آیه قرآن میشه هر کس میتونه برای خودش ائمه درست کنه به حساب کتاب. شما میدونید که باهایی ها، من بارها اینو گفتم که کتابی نوشتن که اثبات اسم بها در قرآن، و بهاءالله اسمش تو قرآن هست، علی اسمش تو قرآن هست، و همینجوری اثبات میکنه دیگه. و نجعلهم ائمه. او نجل هم یعنی میگه آینده دور 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 ما میگه ائمه میشیم. حرفا چی؟ یه کمی تفکر کنید. فکر کنم جواب اینقدر دادم کافی است و برای اینکه به بینندگان دیگه هم بتونیم جواب بدیم. حالا این بیننده یه سوالی پرسیده بود که ظاهرا به صبح کلمه مرتبط میشدم، وعده دادیم که شب جواب بدیم. اجازه بدید بشنویم. فقط اتاق فرما بگید که چقدر از وقت من گذاشته. بله بشنوید. سلام، خسته نباشید آقای سجیدی. برادر شوهر من که دوشش یک آدم خشن گریده است، حالا حکم قصاصش آمده، آیا قصاص کنه یا ببخشه؟ اگر قصاص کنه من نظر شهری برام ما مشکلی نداره،
با تشکر خدا. ببینید از نظر شرعی که مشکل نداره، خب قصاص حق شماست، حقی است که میتونید اجرا کنید. ولیکن آیا ببخشید یا چی کنید؟ در احادیث ما که بخشیدن همیشه اومده، چرا که فمن تصدق بهی فهو کفاره له، هر کس که آیه میفرماید که گوش به گوش، چشم به چشم، عین به چشم به چشم، نمیدونم گوش به گوش، دست به دست رو میتونید ببرید، اما اگر ببخشید تصدق کنید این برای شما بهتره. و اکثرا چون که برای چی کفاره میشه؟ برای گناهان شما. یک فایدهش برای شما اینه. بخشش هم به دو صورته، یک بخشش این است که شما میتونید در مقابلش پولی بگیرید، یعنی بگید آقا گوشتو نمیبرم، اون که حقتون، اگه بریدید هیچ گناهی بر شما نیست، ولی در عوضش باید که به من فلان مقدار بدی، اگه ندادی گوشتو میبرم، باید تنبیه بشه دیگه. اینم حق شماست، این که ببخشید اصلا هم حق شماست. اما این که به من میگید ما چیکار کنیم، والا من که در حالت شما نیستم و قصد داستان نمیدونم. اگر طرف به نظر من ها، نظر شخصی منه، عموما نظر علما رو عرض کردم که همه جا امر به بخشش، اصل بخششه. و بعد در حدیثی هست که پیغمبر فرمود اگر انسان در وقت قدرت بخشید عزتش زیادتر میشه. اما ممکن است در مقابل طرف مقابل، مثلا اون وقت یک دختر خانمی رو سرش اسید پاشیده بودن، همه میگفتن ببخشید، اما پول به اون دخترم نمیدادن چشم خدا علاج کنه. 20 میلیون نمیدونم چقدر خرج داشت که بره اسپانیا علاج کنه، کسی پولم دولت بهش نمیداد، همه هم از کیسه خلیفه میبخشیدن که ببخشه. چی رو ببخشه؟ تا آخر عمر کوره. و بس حالا ببخشه خوبه، شاید که آدم توبه کنه، آدم توبه هم نکرده بود. حالا بس بستگی داره به اینکه آدمی که این آدم شقی که گوش بریده چی چقدر شقی بوده که این کارو کرده، آیا توبه کرده. باز بستگی به این داره که آیا بچهای کوچیک داره، آیا اونا میان برای شما زاری چی میکنن دیگه. بستگی به امور زیادی داره، متوجه هستید که آیا اینو ببخشید یا نه. یه حقم حق حکومت میشه دیگه، حتما حکومت هم که اختیار 100% به شما داده، شاید که کار این زیاد بزرگ از لحاظ اجتماعی ندیده، گرنه گاهی شما ببخشید حکومت نمیبخشه، به خاطر اینکه امنیت اجتماعی به هم خورده. من دیگه نمیتونم بگم، عموما براتون گفتم شما ببینید که اگر نفر در این صلاح هست خب ببخشید، اگر صلاح نیست و اگر گوشیشو ببریدم کسی به شما نمیتونه حرف بزنه، چون که این حق شرعی است شما، این حق به شما داده تا اون رو بیشتر ذلیل کنه. متاسفم که بعضی انسان ها تا این حد از دین دور هستن که نمیدونه فردا جواب خدا رو چه خواهد داد که گوش یک انسان رو بریده. حالا این چیزا رو بشنویم، چند تا دوستان اینو بشنویم، پیام بعدی. سلام، وقتتون بخیر. من از کردستان تماس میگیرم، خواستم بگم که از آنی که بلال حبشی بایند، آیا اسمی از اشهد امیر ولی الله گفته شد یا نه؟ سوال دیگه اول باقی... همین جواب بدم، هرگز برده نشده و خود علمای شیعه هم اقرار دارن که برده نشده. و این در زمان صفوی، ما که داد میزنیم صفوی صفوی، این است که اینقدر جرأت داشته که حتی اذان عوض کرده. در زمان صفوی وارد اذان شده اولین بار شاه اسماعیل صفوی در سال 907، وقتی که اون قتل عام عظیم رو در مسجد کبود تبریز به راه انداخت و 20,000 12,000 یا 20,000 مسلمان رو کشت در نماز جمعه، در اون روز در شهر و در نماز جمعه مردم رو کشت، اذان رو شهادتین سوم رو به قول خودشون، شهادتین که دو تا سومی رو اضافه کردن، که این یک بدعت عظیمه، چون که شیطان از اذان فرار میکنه، شیطان تونسته اذان تغییر بده تا فرار نکنه، چون که در حدیث ما داریم که اذان داده میشه شیطان فرار میکنه از خود، برای اینکه صداش نشنوه، اینقدر خود ذلیل میکنه که ازش بادی هم خارج میده صدادار که نشنوه. حدیث دیگه، پیغمبر ما فرمود. حالا شیطان چی از چی کار میکنه نمیدونیم، اما شیطان با اذان خیلی بده، هر وقت میخواد شیطان دور بشه اذان بگید، لذا اومده تونسته اذان تغییر بده. حالا این دیگه اذان نیست، این اصلا از اذان نیست. وقتی که شما یه چیز تغییر دادی، آقا این لیوان آبه، توش یک قطره بول بندازی، این دیگه آب نیست که. شاید بگی آقا اشهد ان علی ام ولی الله گفتم، اگه بول چرا حالا تو این میکنی؟ آقا جان شما در سجده مثال مت حضرت امام صادق بگو، آیا درسته؟ نیست که، هر چیز جای خودش داره. علی ولی الله هست بدون شک، اما جاش در نماز، در اذان نیست، در جای خودش در وقتی سخنرانی میکنی بگو. بذار اینا خواستن اذان نواز کنه. حالا بقیه فرمودهای شما رو بشنویم. امام حسین وقتی که به ایران حمله کردن، دوباره بشنویم چون که یکم قطع شد یا نه. سوال دیگه من اینه که حالا امام حسین وقتی که به ایران حمله کردن، دختره یزگر سوم رو به تنیمت بردن، آیا این جزء خطا نبود که شما انجام دادن؟ خیلی متشکرم، خدا نگهدار. من درست نفهمیدم که منظورتون چی بود که اگه این کار انجام دادن جزء چی نبود؟
ولیکن در مورد دختر یزگرد فهمیدم چیزی گفتید. ببینید دختر یزگرد داستانش درست نیست. حضرت حسین زنش یزگرد نیست. این حرف این حدیث دروغه. خب ساختن دیگه، بخواستن که یه پیوندی بین داماد بین خاندان رسول و خاندان عرضم به حضور شما ساسانی درست کنن. چنین چیزی نیست. باز اینجوری هم نیست که حضرت حسین رفته باشه خودش گرفته باشه. نخیر، به گفته حدیث های اینها آوردن در مکه و حضرت عمر گفته که خودش باید شوهر خودش انتخاب کنه، یا حضرت علی گفته. این داستانا درست کردن. جالبه که این شهربانو قبرش هم آوردن ایران، از کربلا یه دفعه نقب زدن، تونل زدن، بردنش در تهران، در نزدیک یه جای در تهران است این قبرش، در حالی که دروغ در دروغه. و جالبه بدونید جایی که قبر شهربانو هست قبر یکی از خدایان به اصطلاح همون میترا میگن، نمیدونم چیه، زمان زرتشتی هاست. اینا اتفاقا این شهربانوی خواهر دیگه هم داره، ایران بانو، اون زرتشتی ها برای عبادتگاه درست کردن در یزد. در یزد ایران بانو هم دارن، کیهان بانو هم دارن و خواهر سومش که اون دوتا مجوسی مردن. جالبه که اون ایران بانو رو اینطوری زرتشتی ها مقدس میدونن، یا پارس بانو یا ایران بانو، که براش قبر ساختن و معتقد هستن که وقتی عربا حمله کردن این کودان واس کرده، این خانم مقدس رو در خود جا داده که مسلمان ها اینه نگیرن و باز قبر براش درست کردن. ببین اگه بخواد قبر درست کنه دیگه درست میکنه دیگه. یکی اینجوری درست کرده تو تهران برای این خواهر، یکی زرتشتی درست کرده در یزد برای اون خواهر. اینا همه داستان های دروغه و در کتب ما چنین چیزی نیست که مادرش اون باشه، و اگه بود پس چرا در کربلا نبود، چرا طور به تهران رسید؟ لذا دروغه. اما بله، اما بذارید که ببینم دیگه چی مونده که من اینا رو بشنویم. یکی از دوستان برام فرستاده، چند تا دوستان. خیلی عزیز من 50 تا زنگ زدن نتونستم با شبکه تماس بگیرم. لطف کنید چه دلیل، چه جوری من با شبکه تماس بگیرم؟ شمارش فرق میکنه چه جوری، به چه صورتیه؟ یک. دو، من میخوام ببینم مگه سنی باشیه چه فرق میکنه؟ این دست بسته شما دست نزدن نماز میخونیم و باز میخونیم، به چه صورتیه؟ این یک. اما در مورد تماس با شبکه، در برنامه ما که میتونید پیام بذارید، در برنامه دوستان دیگه میتونید تماس بگیرید. البته دیگه شانس شماست که وصل بشید، چون که معمولا تراکم تلفن ها زیاده، اما پیام شما که به من میرسه به من پخش میکنم. اما این که فرمودید که فرقش شیعه و سنی چیه، ببینید این رو از علمای صفوی بپرسید که به مردم دیگه آزار میرسونه. حالا بنده از مذهبم برگشتم در حالی که از یک چراغ قرمزم عبور نکرده بودم. خب نمیخوام، ما نمیخوام به مذهب باشم، میخوام به مذهب دیگه ای باشم، اما من در نزد اونا مرتد هستم. عبادت برای یهودی ها در تهران آزاده، در شهرهای بزرگ ایران. و برای شما میگید شیعه و سنی چه فرق داره، برای اونا آزاد نیست. شما ببینید که حتی جرأت کردن که مسجدای اینها رو در مشهد، تنها یک مسجد داشتن، در حالی که در مشهد صدها هزار سنی زندگی میکنه. معقوله که سنی زندگی کنه، چون که از شهرهای اطراف که اومدن، ولیکن اون مسجد هم خراب کردن، تبدیلش کردن به پارک. لذا از اونا بپرسید که فرق چیه، گرنه در جاهای دیگه این فرق نیست. در افغانستان کنارگوش شما، در پاکستان رئیس جمهور شیعه است. در افغانستان عرضم به حضورتون که معاون رئیس جمهور شیعه است. در امارات تاجرای بزرگ دارن، اونا خاندان حکومت میکنه، ولیکن تاجرای بزرگی دارن که شیعه هستن، در دبی، در کویت، در قطر. در اینجا فرق نیست، اونا فرق میذارن. این یکی رو بشنویم. الو سلام، حمید هستم از اسپان. خواستم از بحث شیعه و سنی اصلا از کجا به وجود اومده، از چه موقعی شدیم ما شیعه؟ وقتی که برای جوابتون نمیخوام بدونم، عرضم بهتون، وقتی که اسلام گسترش پیدا کرد و به شدت، یعنی شما میدونید گسترش اسلام در زمان سه خلیفه اول یک گسترش استثنایی بود، هرگز تو تاریخ تکرار به این صورت نشده، به این سرعت که جاهایی رو گرفتن اون جاها رو محکم نگه داشتن. انقلاب هم نشد، مصر و یمن و ایران و روم رو هم دیگه کمرش زدن، کمرش رو شکوندن. لذا اومدن از درون این چیزها رو درست کردن و به نام حضرت علی چیزهایی درست کردن. البته اول شیعه و سنی که به وجود اومد به معنی سنی به وجود نیومد، شیعه علی و شیعه معاویه داشتیم، شیعه علی و شیعه معاویه، به این صورت که در سیاست با هم مشکل داشتن، در دین اصلا مشکلی با هم نداشتن. نه اینکه علی یه جور از آن بگه، معاویه جور دیگه از آن بگه، این یه جور تو رو دست بازو نماز بخونه، دست بسته نماز بخونه، چه این چیزا اصلا نبود، بدن نبود. این حال دیگه بعدها به وجود آوردن، اما این دعوا بود. یه عده‌ای به خاطر طرفدار امیر معاویه بودن، اکثریت
زیادتری، اکثریت خیلی زیادتری طرفدار حضرت علی بودن و ایشون امیرالمومنین بود و امیر معاویه فقط یک ولایته داشت. اختلاف در سر کشتن قاتلان عثمان بود، اما این یک اختلاف سیاسی بود. وقتی که باد طوفان ها خوابید، با اینکه بنی امیه بر حکومت رسیدن، علمای اسلام حضرت علی رو بر حق دونستن. وقتی که باد فتنه خوابید، خود همون صحابه‌ای که با امیر معاویه بودن، مثل ابو هریره، مثل حضرت عمرو بن عاص، اینها در احادیث که روایت میکنن، روایت به نفع حضرت علی میکنن، چون که حدیثی که نمیشه تغییر بدن، کافر میمیره انسان که حدیث تغییر بده. برای همین هم تو کتابای ما یک حدیث در ذم حضرت علی نداریم و حدیثی هم در مدح ما امیر معاویه نداریم، حدیث مستقیمی. پس دعوا سیاسی بوده، این نبوده که حق مطلق با حضرت علی بوده، اینم توجه کنید، حق مطلقا با حضرت علی نبوده. پیش در لشکر حضرت علی شمران بوده، زیاد ابن ابی هم به نظر اینا بده دیگه، بوده که از نظر ما بد نبود، عبدالرحمن ابن ملجم هم بوده، خوارج هم بودن. آخر علی فهمید که فتنه از خود لشکرش هم هست، اونا رو از بین برد. اون طرف مقابل هم میگفت که علی خوب ولی اطرافیانش بد، لذا از اینجا شروع شد. اما بعدش دیگه تموم شد، دیگه تموم شد. حسن و معاویه با هم صلح کردن، با هم دیگه چه کردن، ولیکن در زمان حضرت حسین که خلافت یزید رو قبول نکرد و شهید شد، دیگه در اونجا اینا تونستن سوء استفاده کنن. حضرت حسین به حق شهید شد، برای اینکه خلافت عوض نشه، با پادشاهی تبدیل نشه، جنگید. اما سوء استفاده بعدی اینها که رای حسین نمیرن، فقط خواستن دعوا درست کنن و بعد دین عوض کردن. حالا اون شهادت حسین چه ربطی داره که شما با خدای دیگر رو بپرستی یا حسین بگی؟ اینجوریه. بس طولانی تر از این است که براتون بگم و این یکی رو بشنویم. سلام علیکم، خسته نباشین. یه سوال داشتم، خواستم ببینم کملمه ام المؤمنین یا حضرت عایشه در قرآن اومده یا نه. ممنونم از لطف شما. بله اومده، در قرآن اومده و آیه 6 از سوره احزاب هست. شما دوست کنید نشون بدید، لطف کنید دوستان اینو. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. نگاه کنید در قرآن اومده. من تعجب میکنم که در قرآن اومده و اینها حضرت عایشه رو چه میدن پیامبر. جالبه که این تیکر میگیرن برای خودشون، تیکه اول آیه رو، قسمت اول آیه رو که پیامبر اولا بالمؤمنین است من انفسهم، یعنی پیامبر سزاوارتر است که مؤمنین بهش اعتنا کنن تا اینکه به نفس خود اعتنا کنن، به وجود خود، یعنی از جانم براشون عزیزتر باید باشه پیغمبر. این رو میگیرن که حضرت علی هم مثل پیغمبره، باید از جان برای شما عزیزتر باشه. اما بعدیش نمیخونن و ازواجه. خوب نگاه کنید ببینید، اگر عربی هم نمیدونید میتونید بفهمید. و ازواجه امهاتهم، من این رو یکم براتون تجزیه میکنم. و که وست، این وری جدا کن. ازواج یعنی جمع زوجه، هو یعنی مال پیغمبر، زنهای پیغمبر. خب حضرت عایشه زنهای پیغمبر بود یا نه؟ حالا نگاه کنید، ام دیگه اینقدر اگر عربی نمیدونید که میفهمید، ام یعنی مادر، امهات یعنی مادران، هم یعنی هم برمیگرده به مؤمنین، هم برمیگرده به مؤمنین. اگه شما مؤمن هستی مادر شماست، امهات هم و عایشه مادر شماست. ببینید ازواج زنهای پیغمبر و ازواج هو امهات هم، حتی اگه عربی هم نتونید، هم یعنی مال اونها، ام یعنی مادر. ببینید ام یعنی مادر، یا نه این قبول نمی کنید، ام یعنی مادر تو عربی. دیدید پس تو قرآن اومده آیه 6 از سوره احزاب. پس پیغمبر، ممنونم اتاق فرمان، پس حضرت قرآن کریم زنهای پیغمبر رو ازواج و امهات هم گفته، مادرای ما هستن، ما نمیتونیم بگیم مادر ما نیستن. حالا مادر چه کسی فوش میده، پس مؤمن نیست دیگه. اتفاقا به خود حضرت عایشه گفتم فلانی به شما ناسزا میگه و میگه تو مادر ما نیستی، گفت راست میگه، من مادر مؤمنین هستم، قرآن که منو نگفته مادر هر کس. خود حضرت عایشه فقیه بوده، یک زن، ببینید از کوچیکی در خانه پیغمبر بوده. پیغمبر چرا یک دختر رو گرفته؟ برای اینکه یک دوربین باشه، یک ضبط صوت باشه. 47 سال بعد از وفات پیامبر الله گفته در اون خونه بشین تا حدیث های پیغمبر ما برسه. اینا با ام المؤمنین دشمنی ندارن، اینا با حدیث پیغمبر دشمنی دارن، با دین پیغمبر. اگر ما عایشه را از دین پیغمبر حذف کنیم، خب عایشه شب و روز با ایشون بوده، در یک بستر با هم بودن، در یک سفره با هم می‌نشستن. که ما عایشه را حذف کنیم، اول که دین حذف کردیم، دوم اینکه خود پیغمبر زیر سوال میره که آقا حالا من که یک زن بدی داشته باشم، قیمت من پایین میاد، ارزش من پایین میاد. شما که گفتی زن پیغمبر بده، الان من فرض کنید زبانم لال، مثلا
آدم یه حرفی بزنه، به خودم میگم که میگم آقا سجودی خاکم به دهن زنش فاحش است، به من برمیخوره یا به زنم برمیخوره؟ اگه به اون برمیخوره اول به من برمیخوره، خب زن منه، از مال منه، لذا عایشه مال پیغمبر بوده. لذا توجه کنید، حالا چون شما بیننده صادقی بر من، حتما اکثر بیننده های ما صادقن بلا شک و تردید، شما نمیدونستی که تو قرآن این هست، اینا بفرما خودت قرآن رو باز کن، سوره احزاب بیار، آیه 6 بیار، ازواج دیگه زوجه میفهمی جمعشه، ام که میفهمی امهات یعنی مادران، پس زنهای پیغمبر مادرای مؤمنین هستن. ولیکن تعجب میکنم، من تعجب میکنم، والله اون روز داشتم به امین شیخ حیدری این حرف میزدم، میگفتم فلانی اگر این دلایلی که ما داریم شیعا میداشتن، علمای صفوی میداشتن و این دلایلی اونا که دارن ما میداشتیم، به نظر تو چند روز ما بحث میکردیم؟ گفت والا من که فرار میکردم میرفتم. من گفتم من اصلا بحث نمیکردم، منم فرار میکردم میرفتم. ولی آفرین به اونا، آفرین دنیای دیگه، آخرت که خاک بر سرشون تو آخرت، آفرین به اونا که هیچ دلیل ندارن بابا ما قرآن رو براشون میاریم، بازم میاد خیاطی میکنه، دوزندگی میکنه، اینجای آیه رو میبره، اونجای آیه رو میبره، از رو نمیره. البته کنار شما هم داره ها، ما رو هدف گرفته با تیر بزنه، توهین هم میکنه، هوچی هم میکنه، تهمت هم میزنه، ولی با این وجود آفرین باز بهش که هیچ دلیلی نداره، ولکن هم نیست. جالبی که اون ولکن نیست. شما خوب توجه داشته باشید دوستان، برادران، خواهران، اونایی که با ما موافقید یا مخالفید، توجه داشته باشید که جالبی که اون ولکن نیست. 50 کشور اسلامی سنی است، یک تلویزیون علی اینا درست نکرده، اینا یک کشور درست کردن، 500 تا تلویزیون درست کردن. من که گفتم یک شیعه برگشته از مذهب شیعه بودم، خودم داغ داشتم می‌خواستم مردم خودم رو هدایت کنم، اما این سنی اصلا کاری به شیعه نداشت، میگه آقا هزار گروه فرقه گمراه هست، یکی هم اینا نه تلویزیون درست میکرد نه اعتنا میکرد. خب اینا تلویزیون آوردن، خودشون رفتن در خونه اونا زدن، فوش به امهات مؤمنین دادن و دادن، حالا جوابشون رو مردم میدن. ولی میگم آفرین به اینا که دلیلم نداره، اینقدر رو هم داره. پس این آیه قرآن جلوی چشمتونه، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. پس زنان پیغمبر از جان باید برای مؤمنین عزیزتر باشه، از جان باید برای مؤمنین عزیزتر باشه، و زناش هم باید عزیز باشن چون که مادرانشون هستن. هر چیز پیغمبر برای ما عزیز باید باشه. امیدوارم نکته رو گرفته باشید. ببینم دیگه چیزی مونده که من از پیغام‌های شما پخش کنم. بله. آقای مالک ما چون که امروز روز به اصطلاح دوشنبه است و اولین بار است این برنامه در روز دوشنبه پخش میشه، مالک رو میذاریم برای روز چهارشنبه. بلکه حالا دو تا سه چهار تا از اینها رو بذار پخش کنیم، یکی از خودش شاید باشه، نمیدونم چی گفته در این. سلام علیکم جناب سجودی، کارشناس محترم شبکه سلفی کلمه. بند موضوعی که مطرح فرمودید راجع به صدا زدن غیر خدا و مبحث این را مطرح کردید که به حسابن آنها در احصار و قرون گذشته بودند و اظهار می‌دارید که از دنیا خبری ندارن، ارواح انبیا اولیا ائمه و نمیدانن و مثل میت و مرده هستن، و بنده در همین مورد با شما انشاءالله مناظره میکنم و خواهشمندم که زمان مناظره، وقت مناظره به صاحبان مشخص بفرمایید. بنده هم با کمال تمعنینه، آرامش، سکون، ادب وارد بحث میشم و نمیخوام که دینمونو و عقاید مذهبی و روحی و فکریمونو به هم تحمیل که بکنیم، میخوایم مباحثه کنیم به نتایجی برسیم و به این نتیجه برسیم که شیعه اثناعشری و امامیه مشرک نیست، کافر نیست، منافق نیست، ملحد نیست و شریک و همتا و کفر برای خداوند یکتا و متعال قرار نمیده، در حد وسیله هستن و انشاءالله در بحث همان زنده بودن انبیا و اولیا و مقربان درگاه خدا انشاءالله از آیات قرآن روایات برجسته انشاءالله مباحثه میکنیم و شما هم مطالبتون رو آماده بکنین در این باب انشاءالله وارد بحث بشیم. اما خب بنده ممکنه مرتب نتونم تلویزیون نگاه کنم، شما اگر مقدوره الان به حسابن تلفن چیها و قسمت فرمان با من در تماس باشن که من بتونم زمانم از خودشون بشنوم با هم مباحثه کنیم، طوری فایده نداره. خداحافظ شما. خدا حافظ شما. ولیکن شما دو نکته رو گفتید، دو تا پیامگیرا رو دوستان اعلام کنید. اما ببینید ما به شما قرار شد نشد، این قرار ما این نبود، قرار ما این بود که شما گفتید که غیر از خدا خواندن در قرآن هست، ما به شما گفتیم نیست و جوابتون رو دادیم، قرار شد که شما اون جواب رو به ما بدید، یعنی شما جواب این که ما گفتیم که این که پیامبر
اصحاب خودش صدا کرد، غیر از صدا ما اصحابش خودش صدا کرد که بیان، قرار شد جواب بدین، نه اینکه باز برای ما رجز مناظره رو بخونید. خب جواب بده، اما مناظره است ما پخش می‌کنیم. حالا دو تا بیننده جواب شما رو داده، بذارید که ما حرف اون بیننده ها رو هم بشنویم دیگه، عوضش من دفعه بعد جوابتون میدم، چون میترسم ایشون نشنوید. بذارید بیننده ما میگه در مورد جواب شما چی گفتن، بشنوید. سلام آقای سجودی، خسته نباشید. امروز پنجشنبه ساعت 12 برنامه تکرار شما را دیدم. یک نفر از برادران شیعه زل زد، گفت کجا خواندن غیر خدا شرکه، چند تا آیه ردیف کرد ردیف کرد، خدا خندم گرفت. با همین کم سوادی میدونم این آیه هایی که گفته اصلا ربطی به خواندن شرک و اینا نداره، اینا خودشون رو گول میزنن. این برادر ما یا سرش کلا رفته یا نمیدونم، این باطلیت خودشون رو میخوان یه جوری ثابت کنن. هجم کرده کجا شرک، رسول الله غیر خدا استازن، قرآن چی گفت، قرآن رو قرآنی خود بخوان تبر کن معنیش بفهم. دعا با صدا کردن فرق میکنه. خداحافظ، خیلی ممنون از برنامه. ممنونم از شما. جواب شما رو بیننده عزیز داد، واقعا آدم حتی اگه سوادم نداشته باشه جناب ابن مالک، منتظر هستیم که جواب شما رو بشنویم. ما که بهتون گفتیم که اون خواندنی که الان بیننده هم هر کس میفهمه. ببینید لطفا این آیه رو نشون بدید، اینا ایشون به این آیه اشاره کرده بود، باز برای یادآوری بینندگان میگم، لطفا این نشون بدید. اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم. شما وقتی که فرار میکردید و به کسی توجه نمیکردید و رسول و پیغمبر خدا شما رو میخواد، این دعا میگه پیغمبر خدا میخواد، که ما میگیم ما که امام صادق میخونیم مثل دعا خوند، مثل این دعای پیغمبر، آیا پیغمبر مشرک بوده؟ اینشون اینجوری میگفته، در حالی که رسول اونهایی رو که فرار میکردن میخوند که برگردید، نمیگفت که بچه من شفا بده، گفت برگردید جنگ کنید، نمیگفت که بچه من تو مدرسه قبول کن. این اصلا به اون ربط نداره. پیغمبر ابراهیم صدا نکرد که بیا به من کمک کن، متوجه هستید؟ پس این ما جواب از شما میخوام که شما همینطور که این بیننده گفت، این خواندن یک نفر که پسرم بیا یا محمد بیا یا حسن بیا پسر خودم صدا میکنم، این فرق داره با اینکه بگم یا علی مدد، چرا اینو نمیفهمه؟ دو نکته دومه ببینید، اینا این آیه رو آورده بود این آقا، حضرت نوح قوم خود صدا میکنه، قال میگه حضرت نوح که قوم خود صدا کرد، ما هم میتونیم علی رو صدا کنیم، شرک نیست. بابا این قوم خود رو صدا نکرد که به من مدد کن، من شفا بده. قال، یعنی حضرت نوح گفت، قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا. یا خدا، من قوم خود رو دعوت کردم به دین، این میگه همین دعا کردم، فلم یزدهم دعایی لا فرارا، دعوت من، دعا کردن و درخواستن من اونا که برگردی به طرف دین، اینا باعث شد که اینا بیشتر فرار کنن از دین، یعنی قبول نکردن. و اینی کل ما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم. خب میگه هر وقت من اونا رو صدا زدم، این صدا زدن میگه شرک نیست، چون که نو صدا زده شرک نیست، پس از منم میگم یا امام رضا بیا که دارن سر منو میبرن، اینم شرک نیست. آقا جان، حضرت نو چه جوری صدا زده؟ از خدا بترس. ممنونم اتاق فرمان. میگم حتی یک بچه هم میفهمه. من مطمئنم که آقای ابن مالک هم از نظر ما مناظره همینه دیگه. ابن مالک جان جواب بده دیگه، این ور اون ور نرو، جواب بده. ما میگم یک بچه هم میفهمه که من میگم که آقای نونوا به من دو تا نون بده، این غیر از اینه که بگم آقای امام رضا بچه من شفا بده، به من خونه بده، من از بیماری نجات بده، من از مرگ نجات بده، هواپیما داره سقوط میکنه، این دو تا چیز جداست. اگر من برم بله به نونوا بگم که ای نونوا هواپیمای من داره سقوط میکنه من نجات بده، اون وقت این حرف درسته، اگه چنین چیزی تو قرآن اومده باشه، اون وقت ما میتونیم امام رضا رو بخونیم. بابا قوم خودش رو حضرت نوح صدا کرده، پیغمبر اصحابی که دور و برش بودن صدا کرده که فرار نکنید، من در جنگ صدا میکنم فلانی بیا فلانی برو. چه ربطی داره به دعا خوندن غیر خدا؟ گفتم بیننده ما فهمیده بود. نمیدونم چقدر دیگه وقت داریم، چون تا یک بیننده دیگه هم جوابشون داده. چند؟ خب این جواب این بیننده رو بشنویم بعد نیست، چون ایشون هم جواب ابو مالک داده، ما منتظر هستیم که ابو مالک به ما جواب بده. ما گفتیم که شما به زبان عامیانه گفتیم سوراخ دعا رو گم کردی، نمیدونی کجا کدوم آیه در کجا کدوم کلمه در کجا به کار میره، و به شما گفتیم که شیر جنگلی رو با شیر خوراکی عوض کردی. یک خواندن غیر خداست، یک این است که شما یکی رو صدا میکنی. الان من صدا میکنم ای اتاق فرمان،
به من بگو چقدر وقت دارم. این یعنی من اونو دعا کردم. آخه چقدر عقلم یک چیزی یا خدا به انسان داده. حالا میگم اتاق فرمان لطفا به من بگو چقدر وقت دارم. دعا کردم دیگه، خواستم، صداش کردم. در عربی اینو میگن صدا کردن، یعنی دعا کردن. دعا کردن. اما این دعا خیلی از اون است که تو درخواست از غیر خدا میکنی. حالا جواب نفر دوم بشنویم. من فکر کنم موضوع خیلی واضح است. ولیکن رحمان الرحیم. یک نکته است بعد از این بتونم. من معرفی هستم از آبادان. موحد هستم. میخواستم جواب آقای ابن مالک رو بدم که دیروز در برنامه آقای سجودی آیاتی ذکر کرد و گفت که این آیات، در این آیات خدا میگه از غیر خدا کمک بخواید. متاسفانه اولا همونطور که آقای سجودی گفت، ایشون دقیقا در لفظ اشتباه کردن. دقیقا مثل شیر و شیر و معنی درستی هم از آیات نداشتن. معنی این آیاتی که این آقا آورد معنی صدا کردن افراد است، نه کمک گرفتن و یاری خواستن. ایشان گویا میخواهد برای خدا تکلیف تعیین کند و الیاذ بالله به خدا چیزی یاد بده که خدا بلد نیست. مثلا همونطور که آقای مکارم در اون برنامه آقای سجودی دیروز آیاتی برای مهدی افسانه آوردن که هیچ ربطی و هیچ نشانه ای از مهدی نداشت. متاسفانه برادران معمم شیعه یا عربی و دستور زبان عربی را بلد نیستن، یا اینکه عمدن میخوان اشتباه ترجمه کنن و اشتباه نتیجه بگیرن. اصلا خود این آقای ابن مالک و افراد دیگه‌ای که بعضی وقتا تماس میگیرن، مثل آقای عبدالله گویا به نظرم اسمشون باشه، اصلا کلا صحبت این دوستان مغلطه است. یعنی یه حرفی میزنن و اشتباه نتیجه میگیرن و کلا معنی جا میدن و میخوان نتیجه درست ازش بگیرن. متاسفانه اینجور نمیشه. من دوست دارم به عنوان یه هموطن به این دوستان، مخصوصا آقای ابن مالک، آقای عبدالله از اهواز، آقای باقری، خانم صفایی به نظرم، دوست دارم بهشون بگم اگر شما واقعا دوست دارید که در مبحث دین و مبحث مذهب پیشرفت کنید، بهتر زبان عربی رو یاد بگیرید، دستور زبان عربی رو یاد بگیرید، ترجمه درست. چون بعضی وقتا اصطلاحات هست، ما یه اصطلاحی در زبان عربی نمیدونیم و معنی لغت انجام میدیم و کلا یه نتیجه دیگه میگیریم. مثل همین ترجمه‌ای که دیروز آقای ابن مالک از آیات کرد و گفت اینا نشون میده که خدا میگه که از غیر از خدا و افراد غیر از خدا کمک بخواید، در صورتی که در هیچ آیه خداوند نمیگه که از غیر خدا کمک بگیرید. خیلی متشکرم، ببخشید که یکم بحثم طولانی شد. خدا نگهدار. ممنونم از شما. ببینید، با همه حرفای شما طبعا موافقم، همه حرفای زدید که ما گفتیم. برادر عزیز ما، خیلی متشکریم که توضیح به نحو دیگه دادید. اما یک نکته رو گفتید که اینا عربی یاد بگیرن. نه، تنها یاد گرفتن عربی به اینا کمک نمیکنه. توشون کسایی هستن که عربی میدونن. بازم این حرف ابن مالک نیست، حرف همه علماشونه، علمایی که توی عراق هستن اینو میگن. یک چیز دیگه باید اینا یاد بگیرن. یادم میاد که یک روزی مادرم به من زنگ زد، یا پدرم بود به من زنگ زد که فلانی از رفقای زمانه که در ایران بودی میخواد داره میاد شهر پیشاور، آدرس تو رو از ما خواسته، مواظب باشی که بهش نزدیک نشی، چرا که ما شک داریم در حکومت. پدر گفته بود. گفتم که برای چی میاد؟ گفت خبرگزاری، در خبرگزاری اسلامی، جمهوری اسلامی کار میکنه. گفتم من میرم دعوتش میکنم به دین، مثل که حالا شما میگید. که چون که رفیق ما بود که قبلا ما میدونستیم یه چیزایی از توحید میدونه. رفتم در دفترش، ریشه درازی داشتم، مرا نشناخت. اول باید شناخت و بدون که من خودم معرفی کنم شناخت، و باز ما باش که بحث کردیم، برایش دلیلی که گفتیم اصلا قبول نکرد. ما گفتیم آقا در کتاب کافی نوشته، قرآن تعریف شده، برای همین ما مذهب خود عوض کردیم، برای همین هجرت کردیم. حرف سالهای پیشه. باز در اون وقت ابو شریف هم که رئیس سپاه پاسداران بود، یه وقت فراری بود توی چی بود، با حزب اسلامی افغانستان بود، و نمیدونم چجوری اینو فهمید که من با اون تماس دارم. وقت ظاهرا مخالف ایران بودم. آقای ابو شریفم به من گفت که ببین این دعوت قبول نمیکنه. به گفت من این حرف حق قبول نمیکنه. گفت چه تا رو قبول کنه که 400 هزار تومان حقوقشه؟ اون وقتا 20-25 سال پیش 400 هزار تومان او حقوقشه، هیچ وقت حق قبول نمیکنه. پس فقط دونستن عربی کافی نیست. آقای ابو مالک و دیگران باید که بفهمن که خواهند مرد و زیر قبر خواهند رفت، و باید بتونن که در دنیا هم خدا روزی رسانه و خدا انسان حفظ میکنه. برای دونستن حقیقت یه چیزای دیگه هم لازمه. ببینید، مردم مکه میدونستن که پیغمبر بر حق، آیه قرآن است، میگه ولی اگه به تو ایمان بیاریم نتخطف من ارضنا، از زمین خود ما روبوده میشیم. میگه عرب بیابانگرد میان میگه مکه مال اوناست،
اونا بتاشون هست، اونا ما رو اینجا از بین میبره، ما نمیتونیم به تو ایمان بیاریم. یک دلیل که پیغمبر ابو سفیان و ابو جهل و ابو لهب ایمان نمی آوردن این بود که اگه ما به تو ایمان بیاریم، این اعراب که قبلشون اینجاست، این اعراب بیابانگرد میان ما رو از بین میبرن. بلکه پس اول یک ایمان میخواد. اینا الان میگه اگه ما حرف حق قبول کنیم، حق هست، اما اگه قبول کنیم ما زندگیمون از دست میدیم. اول باید اینو قبول کنید که شاهنشاه دنیا الله هست. آخرام باید اینو قبول کنید. اگر اینو قبول کردید بقیه کار آسون میشه. و هر برنامه است ممکنه انسان گایتون، من کوشش میکنم حرفی نزنم که به کسی بر بخوره، خصوصا به دوست عزیز محبوب مالک. بلکه اگه حرفتون دی بود دیگه، شما بدونید که انسان جایز الخطا است. همه شما رو دعوتش برای شما دعا میکنم الله هدایت بیشتر نصیب من به شما بکنه. آمین یا رب العالمین. الله حافظ و نگهدار شما تا برنامه دیگر. هم دنیا را می آزاد می کنیم و آخرت را. این دارایی از غنایم اسلام است.